معرفی، تنظیم و نحوه استفاده. به راهنمای تصویری استفاده از PA700 خوش اومدید. دستگاه PA700 صداهای با کیفیت، کارکرد راحت، ریتم‌های زنده‌تر، ضبط و پخش صدا به اضافه امکانات بسیار جدید و نوآورانه و قابل لمس در یک دستگاه مقرون به صرفه رو طراحی و در اختیار شما قرار داده تا بتونین به کمک اون موسیقی مورد نظر خودتون رو بسازین و اجرا کنین. بذارین قبل از شروع یه بار PA700 رو خاموش روشن کنیم تا هر دومون توی مرحله قرار بگیریم. یه چند ثانیه دکمه استندبای رو فشار بدین و نگهش دارین تا خاموش بشه. واسه یه لحظه کوتاه صفحه نمایش دستگاه نورش کم و بعدش کاملا خاموش میشه. حالا دوباره روشنش کنین. یه حدود 30 ثانیه طول میکشه تا دستگاه بالا بیاد و اطلاعات اصلیش مثل صداها و ریتم‌ها و چیزهای دیگر رو لود کنه. تقریبا شبیه روشن شدن کامپیوتره. توی این راهنمای تصویری ما به عملکردهای اصلی دستگاه میپردازیم. خیلی چیزا برای توضیح دادن وجود دارن. به همین خاطر مثالا کوتاهن ولی برای شروع کافین. توصیه میکنم که قسمت‌ها رو از اول به شکل پشت سر هم ببینین و هر جا لازم شد ویدیو رو نگه دارین، بعدش به همون فصل مورد نظر خودتون برگردین. برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در هر مورد، راهنمای PDF PA700 از طریق سایت korg.com قابل دانلوده. PA700 در دو مدل معمولی و مدل اورینتال ارائه شده. این راهنمای تصویری برای هر دوی اون مدل‌ها قابل استفاده است. اگر ریتم و صداهای دستگاه شما با اینی که توی این ویدیو می‌بینین فرق داشت یا جاش متفاوت بود، نگران نشین. اونایی که توی این ویدیو نشون داده میشن فقط به عنوان مثالن. اگه قصد انتخاب ریتم یا صدایی رو دارید که توی این ویدیو میگه و اون ریتم یا صدا سر جایی که ویدیو میگه نیست یا اسمش فرق داره، یکی دیگر رو انتخاب کنین و با ویدیو ادامه بدین. بذارین یه نگاهی به کلیدهای مورد استفاده این دستگاه بندازیم. این 4 تا کلید برای دسترسی مستقیم به موتهای اصلی PA700 هستند: پخش ریتم، پخش آهنگ، آهنگسازی و قسمت مربوط به ویرایش ساخت صداهای مستقل. فعلا روی حالت پخش ریتم قرارش میدیم. صفحه نمایش لمسی قلب اصلی قسمت تعامل با دستگاهه. پس بیاین نورش رو با گرفتن کلید منو و چرخوندن دایل تنظیم کنیم. هر جور که براتون مناسبه تنظیمش کنین. تا دوباره تنظیمش رو تغییر ندادین همونطوری میمونه. اینجا صفحه اصلی پخش ریتمه. هر مود قسمت‌های مختلف ادیت داره که توسط کلید منو قابل دسترسه. قسمت‌های مختلف ادیتی که قابل اجرا باشن روی صفحه نمایش داده میشن و به راحتی میتونین اونی رو که می‌خواید بزنین. به عنوان مثال میکسر تیونینگ. درون هر قسمت ادیت چند تا صفحه وجود داره که از طریق تب‌های پایین صفحه قابل دسترسن. به صفحه والیوم پن برید. یه پارامتر به روش‌های مختلف قابل تنظیمه. اول پارامتر رو که می‌خواید تنظیمش کنین رو بزنین، حالا از ولیو دایل استفاده کنین. لمس و کشیدن به چپ و راست یا بالا و پایین برای تنظیم مقدارش، یا با دو بار انتخاب پشت سر هم پارامتر یک صفحه کلید عددی باز میشه و میشه مقدار دلخواه رو بهش وارد کرد. گاهی اوقات با چک باکس هایی مواجه میشین که با لمس کردنشون قابلیت فعال و غیر فعال سازی دارن. همیشه زدن اگزیت باعث برگشت به صفحه اصلی میشه. زدن این مثلث گوشه سمت راست بالای صفحه باعث نمایش این منو میشه. مثل منوهای کشویی توی کامپیوتر باز میشن. گزینه‌های مختلف مرتبطی که با صفحه‌ای که توش هستین رو نمایش میده. میتونین اون رو که میخواین انتخابش کنین یا خیلی راحت یه جای خارج از منو رو لمس کنین تا منو محو بشه. PA700 جوری طراحی شده که وقتی خاموش و روشن میشه، بعضی از کلیدهای کنترل پنل توی وضعیت قبل از خاموش شدن باقی میمونن. مثلا اگه اتوفیل روشن بوده، بعد از ریستارت هم روشنه. اگه خاموش بوده باشه بعد از ریستارت هم خاموشه. پس موقع روشن شدن همون جوریه که شما از قبل تنظیمش کرده باشین. به منظور استفاده از این راهنمای تصویری لازمه که دستگاه خودتون رو مطابق با مال من تنظیم کنین. پس مطمئن بشین که این کلیدهایی که میگم به همین وضعیت باشن. اتوفیل باید روشن باشه، کلید مموری باید روشن باشه و منوال بیس باید خاموش باشه. استایل تو کیبورد ست باید روشن باشه ولی نه به صورت چشمک زن. اگه لازمه چند بار پشت سر هم بزنیدش تا به صورت روشن غیر چشمک زن در بیاد. این ناب بالانس برای تنظیم میزان صدا بین کیبورد که اینجا بهش میگیم کیبورد ست و صدای مربوط به آکوردها و آهنگ به کار میره. فعلا اونو تو حالت وسط قرار بدیم. میتونیم یه پدال دمپر اختیاری رو به این قسمت وصل کنیم. مدل پدالای دمپر با هم فرق میکنن. پس بهتره که اولین باری که نصبش میکنیم اونو کالیبره کنیم. با زدن کلید گلوبال به گلوبال مود میریم. کنترلرز رو بزنیم. بعدش تب فوت رو بزنیم. کالیبریشن قسمت دمپر رو بزنیم. پدال رو فشار بدین و نگه دارین. و اینجا رو بزنیم. حالا پدال رو رها کنین.
و اینجا رو بزنیم. این کالیبر انجام شده و تا زمانی که پدال دیگه ای رو بخوایم به جاش وصل کنیم نیازی به کالیبر مجدد نیست. اگزیت رو بزنیم. به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، اگه برای مدت 2 ساعت صفحه دستگاه لمس نشه یا کلیدی رو نزنین، خود به خود PA700 خاموش میشه. لطفاً قبل از ایجاد یه وقفه طولانی در کار با دستگاه، اطلاعات خودتون رو که در حال ادیتشون هستین، مثل صداها و ریتم‌ها و آهنگ‌ها و غیره رو سیو کنین. این گزینه میتونه غیر فعال بشه. در فصل مربوط به مدیا گلوبال آپدیت بهش میپردازیم. و بالاخره PA700 تعدادی آهنگ دمو روی خودش داره که روش خوبی برای مشاهده برخی صداها و ریتما و گوشه‌ای از قابلیت‌های این دستگاه جالبه. همزمان کلیدهای استایل پلی و سانگ پلی رو فشار بدین تا وارد قسمت دمو بشین. بعد از چند ثانیه اولی آهنگ پخش میشه و به ترتیب آهنگ‌های دیگه هم بعدش پخش میشن. میتونیم با استفاده از این 3 گروه دسته‌بندی مستقیم به سراغ آهنگ مورد نظرتون بریم. سانگز، ساوندز، استایلز. اگزیت رو بزنید. زدن هر کدوم از کلیدهای قسمت مود باعث خروج از حالت دمو میشه. استایل پلی رو بزنید.